9 آذر 1386 باطل شدن وچسب تروریستی توسط دادگاه انگلستان باید. جایی که یک قطر آزادی وجود داشته باشد، مقاومت ایران پیروز می شود. درستی این گفته یک بار دیگر در نهمین روز آذر سال 86 در عمل به اثبات رسید. دادگاه پاک انگلستان در طول 7 روز استماع، شواهد و مدارک گسترده‌ای را بررسی کرد. مدارک شامل 20 پرونده و 20 بیانیه شهود بود. 2 روز از آن 7 روز به بررسی شواهد و مدارک محرمانه پشت درهای بسته گذشت و نهایتاً دادگاه در حکم خود نتیجه گیری کرد. اولیای امور ایران و حمایت کنندگان از این رژیم در اشاعه اطلاعات طراحی شده برای بدنام کردن سازمان مجاهدین خلق ایران فعال بودند. حکم دادگاه در 144 صفحه و در 362 ماده تدوین شد. در ماده 362 حکم تصریح شده بود دادگاه به وزیر کشور انگلستان دستور می‌دهد لایحه خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمان‌های ممنوعه را به پارلمان انگلستان جهت تشریفات تصویب قانونی ارائه کند. خانم مریم رجبی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، حکم دادگاه را پیروزی درخشان عدالت، اذعان به حقانیت مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، نشان برانگیختگی وجدان بین المللی و پیام قاطعیت جامعه جهانی در برابر فاشیسم مذهبی توصیف کرد. بانوی هنر ایران خانم مردیه بعد از حکم دادگاه گفت حقیقت را نمیتوان در تاریکی نگاه داشت. بگذارید گرمای حقیقت یخهای ننگین دروغ را آب کند. درستی مجاهدین واقعی است و بر دامن پاکش ننشیند گرد. در آن کارزار پیچیده و طولانی، پیشاپیش تیم وکلای مدافع مجاهدین، برجسته‌ترین قاضی معاصر بریتانیا و یکی از محبوب ترین چهره های حقوقی جهان لرد استین قرار داشت.